سر می خی پر سجدا کی درد جالم درد جالم یا اللہ پا نیمش پا کی سر می خی پر سجدا کی درد جالم درد جالم یا اللہ پا نیمش پا کی درد جالم درد جالم. رمضان ماه نزول قرآن، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماه خلاصی از آتش دوزخ و ماه سخاوت و دستگیری نیازمندان است. سلام شنونده ها و بیننده های عزیز رادیو تلویزیون ملی و علاقمندان برنامه میهن من، عتیق الله آتش هستم. در این برنامه فرارسیدن ماه مبارک رمضان، دیدگاه و نظریات علمای کرام و باشندگان ولایت تخار را به تصویر می کشیم. تا پایان این برنامه همراهی مان کنید. رمضان ماه تزکیه نفس و ماه خودسازی برای رضایت پروردگار، ماهی که خداوند بندگانش را با کمال میل مورد رحمت و مغفرت قرار می دهد. در این ماه هر که یک قدم به سوی پروردگار بردارد، خداوند 70 قدم به سویش نزدیک خواهد شد. ماه خودگذری، بخشش و سخاوت که الله متعال بندگانش را در این ماه مبارک و با برکت بیشتر مورد آزمایش قرار می دهد. علمای دینی تخار این ماه را ماه مهمانی خداوند و یک ماه پرفضیلت عنوان نموده و می گویند هر مسلمانی که این ماه را از روی ایمان و اخلاص روزه بگیرد، گناهانش بخشیده خواهد شد. کسی که رمضان را از روی ایمان و اخلاص و ثواب و طلب مغفرت و طلب ثواب از روی ایمانداری روزه میگیره، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهانی که در قبل کرده البته صغائر تمامش بخشیده میشه. زمانی که گناهان صغیره بخشیده شد، به این معنا فکر نکنیم که بخشیدن گناه صغیره آسان است. نه، خیلی مشکل هست. صغیره چی که ذره گناهی که اگر پروردگار ناراض شوه، غضب بکنه، قهر بکنه، یک ذره گناه را انجام دادنش در صحیفه اعمال ما بودن سبب دخول در جهنم میشه. ولیکن اگر پروردگار عالمیان بخواهد، باد مشکلی نیست. ولیکن در اینجا مطلبم در اینجاست که غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهان صغیره ما قبل تمامش معاف کرده میشه. ای که نماز پنجگانه را میخوانی، ختمه های رمضان را، تراویح ها را، نیمه های شب گریه و استغفار، تلاوت قرآن عظیم الشان، تنها مسئله صیام تو در ماه رمضان گناهان صغیری تو را بخشید. این تلاوت قرآن تو کجا میره؟ این گریه های نیمه شب تو کجا میره؟ این بلند شدن در سحری کجا میره؟ این وقت افطاری دعا کردن کجا میره؟ تمام از اینها به این معنا در جان گناهان ما میچسبند و شروع میکنن به این معنا که گناه ها یکی پی دیگر از بارهای سنگین گناه ما کم گردیدن میگیرن. سر می خی پر سجدا کی درد جالم. به گفته علمای دینی تخار، خداوند متعال ماه مبارک رمضان را به خاطر تشویق بندگانش به 3 بخش تقسیم نموده است که دهه اول آن رحمت، وسط آن مغفرت و دهه اخیر آن خلاصی از آتش جهنم می باشد. زمانی که یک بنده مسلمان از گناهان خود استغفار میکنه، توبه میکنه، به درگاه رب خود رجوع میکنه، از نقیصه ها و جنایت های خود اظهار ندامت و پشیمانی میکنه، شیطانی که با تلاش بسیار از نیروهای خود، بسیار از وقت خود این بنده را از خدا دور کرده بود و یک وحشت را در میان بنده و خدا ایجاد کرده بود، ای از این بنده یک طرف می شود و از کمال یأس و ناامیدی بر سر خود خاک را باد می کند. میگه ای وای بر من، منی که این بنده را با انقدر زحمت و با انقدر تکلیف و با انقدر بالاخره رنجی که از خدایش دور کرده بودم، منحرفش ساخته بودم، این بنده با یک دعا و با یک گریه و با یک قطره اشکی به پروردگار خود دوباره نزدیک شده. یم شیطان را گرزولی بدامو کی او دامو کی. یکی از فضایل بزرگ این ماه نزول قرآن عظیم شان و شب قدر است که به گفته علمای دینی، مسلمانانی که در این شب با عبادت و ذکر بیداری میکشند، این کارشان برابر است با عبادت هزاران ماه.
و علای متعال هر نوع خواست و پیشنهادات بندگانش را میپذیرد. پروردگار عالم میفرماید که ما قرآن عظیم شان را در شب قدر نازل کردیم و شب قدر عبادت و طاعت و بندگی که در شب انجام میشه از هزار ما بهترتر است. پس به همین اساس پروردگار عالم به خاطر رحمت کاملش که به امت داده، چون عمر امت کوتاه‌تر هست، یک شبی را برایشان نصیب گردانده که ثواب 83 سال عبادت را در یک شب بتونه انسان کمایی بکنه. پس شب قدر البته در شبهای تاق ده اخیر و روزه تر همی که شب 27 رمضان بوده باشه، بینان به خاطر این ثواب و ثمره بزرگی را که الله در نص قرآن عظیم شان برای بندایش وعده کرده، دیگه برای همه امت مسلمه پیام ما همی هست که استفاده از فرصت در دین ما اصل است، یک شب را با خود داشته باشند تا ثواب و ثمره هزار ما طاعت و عبادت و بندگی را در یک شب تا اون را کمایی بکنند. رمضان ماه افزایش پاداش برای مسلمانان است که الله متعال در برابر هر عمل نیک مسلمان 70 مرتبه پاداش می دهد. شماری از علمای دینی تاکید دارند دادن زکات و صدقه فطر در این ماه برای مسلمانان فرض است و هر فردی که نصاب آن را پوره نماید به خاطر تزکیه مال و روزش باید زکات و صدقه فطر بپردازند. زکات دادن از حکمت ها و فواید و فضائل زیاد برخوردار است. انسان دو قسم امراض داره، یکی امراض روحی است و یک روحی و دو امراض جسمی. قسمی که به علاج امراض جسمی ضرورت و نیاز داره، امراض روحی هم ضرورت و نیاز داره. یکی از جمله علاج کننده و باعث علاج امراض روحی انسان که میگرده و دادن زکات است. فواید دنیوی هم داره، اخروی هم داره، مادی هم داره. در ظاهر اگرچند که دینده زکات گمان میبره که شاید به دادن زکات مالم کم شود، لیکن چنین نیست، بلکه حکمت های فراوانی در زکات نهفته شده، فواید زیادی دنیوی و اخروی در زکات بیان شده. ماه رحمت است، ماه مغفرت است که یک بخش زکات قرار میگیره که حق خدا است که این سری همه تجارا فرض است که باید برای مساکین کمک بکنه. در این ماه مبارک رمضان دستشان بگیرن. من مینیست یک تجار، مینیست یک دکاندار، شخصا آماده هستم، حاضر هستم که در این ماه مبارک رمضان دستی مساکین یا غریبا را بگیرم. خواهش مام از هم مسلک های خود از تجارا امی است که در این ماه مبارک رمضان، در این ماه مبارک رحمت مغفرت دستی مساکین را بگیرن. در این حال تهیه افطاری و طعام دادن به روزه‌دار ارزشمندترین کار در ماه مبارک رمضان است. اینجا در شهر طالقان دیده می شود که هر شام رمضان مساجدان با هموارسازی سفره‌های افطاری و غذاهای متنوع محلی رنگین می شود و باشندگان آن داشته‌های افطاریشان را با یکدیگر شریک ساخته که از آن خود و افراد نیازمند نیز مستفید می شوند. شماری از علمای دینی تخار از تاجرین می خواهند تا در این ماه مستحقین و نیازمندان را دستگیری نمایند. خواستیم از خیرین سرمایه‌دارا همین هست که دستگیری فقرا، یتیم‌ها، مساکین و بیوزن‌ها را بکنند، چرا که ما طاعت و عبادت است که رسول الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید یک عملی نفلی که در این ما انجام داده شود برابر با فرض است که در غیر این ما انجام داده شود. و رسول الله صلی الله علیه و سلم سخی‌ترین مردم بودند. در روایت می آید عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها می فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخی ترین مردم بود و خصوصا سخاوت رسول در ماه رمضان بیشتر می شد. پس این ماه ماه تعاون است، ماه همدردی است، ماهی هست که باید انسان های خیر در این ماه پر از برکت دستگیری فقرا، یتیما، مستمندان را داشته باشند. ماه مبارک رمضان یک ماه با خیر با برکت است ان شاء الله. نیکی یک به همه مردم مسلمان جان و همه مسلمان ها تلاش کنن، کوشش کنن انشاءالله که هم بستگی هم برادری برابری خود را در ماه مبارک رمضان زیادتر کوشش کنن همگی درست میشه. با این حال برخی از شهروندان تخار میگویند هموارسازی سفره های افطاری در ماه مبارک رمضان
باعث تأمین وحدت و همبستگی مردم خواهد شد و نیز فقرا و نیازمندان از داشته های این سفره مستفید می گردند. موجودیت سفره های افطاری به طور جمعی و دست جمعی باعث می شود که یک اتحاد و همبستگی و همدلی و مهربانی بین مردم با وجود بیاید و باعث اخوت شود. پیام ما به مردم است که خوب است که تا افطاریشان را در خانهشان بگیرند، بیارند داخل مساجدشان افطاری جمعی بگیرند. علاوه از اینکه خود ما از این افطاری مستفید می شویم، نیازمندان، مسافرین، مردمی که در گوشه و اکناف می باشند، اونا هم مستفید می شوند. دور یک دسترخوان جمع می شوند، از نان خود می خورند و افطار می کنند. شفقتشان، دوستیشان، برادریشان همیشه انشالله که پایدار است و به همین شکل که شما مشاهده کردین خیلی ها خوشایندی است و این از فرهنگ وطن ما شماست. یک فرهنگ خیلی دیرینه است، یک فرهنگ فولکلوریکی است که برای همه خوشایند است و ما هم افتخارش داریم. باشندگان تخار همه ساله در ماه مبارک رمضان با هموارسازی سفره های افطاری از شام های رمضان استقبال نموده و داشته های افطاریشان را با یکدیگر مخصوصا نیازمندان و فقرا شریک می سازند که این کار در میان مردم به یک فرهنگ ارزشمند مبدل شده است. از سوی هم رادیو تلویزیون ملی تخار همه ساله به خاطر به تصویر کشیدن مشکلات خانواده های فقیر و رسیدگی به نیازمندی های آنان، برنامه رمضان با فقرا و نیازمندان را راه اندازی نموده و در همکاری شماری از افراد خیر ده‌ها خانواده فقیر را تحت پوشش مواد غذایی قرار می دهد. آمری نداره هدف از تهیه و نشر این برنامه رمضانی را معرفی سازی و شریک ساختن مشکلات خانواده های فقیر و نیازمند عنوان می کند. اظهار سپاس و تشکر می کنیم از اون عده برادرای خیر ما که برنامه رمضان با فقرای تلویزیون ملی را حمایت کردند. در این برنامه البته خانواده های فقیر و نیازمندی که اشدن به حمایت ضرورت داره، وضعیت بد اقتصادشان به تصویر کشانیده میشه. بناهن خاص ما از برادرای تاجر و برادرای که امکانات مالی دارن ایست که از آدرس برنامه خانواده های مستحقی که برشان معرفی میشه اونا حمایت بکنن، با دستان خودشان در ماه مبارک رمضان اونا را دستگیری بکنن. روز حالتهایی را که دیدم قابل تحمل نبود که بسیار حالتهایشان، یک سیاسری که طفلش تا 25 سالگی مرسته بوده هنزم که مخ بلو میکنه، تا میکنه او را نگاه میکنه، بسیار مشکل ده اک سیاسر شوارش هم نسید. ما دو خانه را دیدم که در کدام سه تا طفل فلج زدگی بود که اینا را کل بارش مشکلاتش در سیاسر است. سیاسر که مخ میگم دو چشم در روخ دروازه است، آیا این سیاسر طفل خدا را نگاه کنه یا برا یک غذای در تایه کنه؟ یم شیطان را گرزوالی دامو کی او دامو کی بند نفس پا جیل خانه کی. با این همه روزه در کنار فواید معنویش برای صحت جسمی و روحی روزدار مؤثر است. شماری از متخصصین در حالی که روزه گرفتن را برای کاهش فشار خون و جلوگیری از چربی بدن مفید دانسته و از روزداران می خواهند تا در این ماه با برکت از پرخوری خودداری نمایند. رژیم غذایی مناسب و همچنان متناسب در ماه مبارک رمضان توصیه میشه، به خاطر اینکه سیستم هاضمه ما استراحت برش بده. به این خاطر کوشش بکنیم که از مواد غذایی که سبک باشه استفاده بکنیم، از مواد غذایی که زود هضم باشه ما استفاده بکنیم، از تندی، سرچی و همچنان مشابه های گازدار و موادهایی که سکیل هستن با در این ماه مبارک رمضان استفاده نکنیم تا ای که به سیستم هاضمه خود یک استراحت خوب داده باشه. دو تا توصیه بسیار خاص و بسیار عادی برای مریضای شکر میکنم، کسایی که شکر دارن و روزه میگیرن، دو تا توصیه من مراد بکنن بس خلاص. این نه کدام گپ سخت است نه کدام مشکل. اگر روزه میگیرین در جریان روز برای شما عرق سرد پیدا شد و سرتون احساسی زوفیت آمد، حتما پشتون خرما داشته باشین یا چاکلیت داشته باشین. در همون وقت کوشش بکنین که روزتون افطار بکنین، انشالله که باز قرضی شه باز دوباره بگیرین. و زدی ازی، یکی عرق سرد، یکی حالت زوفیت، این معنیش است که قندی خونی ازی ها بسیار پایان آمده و اون حالت بسیار خطرناک است برای مریضای شکر. و معکوسی ازی، اگر
چربی شکری از اینا بلند بوده باشه از خودش یک علامه میگذاره. او علامه شیسته که سرش دلبدی، حالت تهوع، حالت استفراغ برش پیدا میشه که در حالت حتما اونا برون به دکتر مراجعه کنن ببینن که اندازه شکرشان چقدر است. در جریان رمضان خواهش ما از مریضای شکری است که حتما همین دو توصیه را مراد بکنن که اگر قند خونشون پایان آمد علامه شیست و اگر قند خونش بلند رفت علامه شیستی را مراد بکنن. در حالی که همه ساله با فرارسیدن ماه مبارک رمضان بهای مواد اولیه افزایش پیدا می نمود، اما امسال به اثر توجه حکومت و کنترل قیام بهای مواد مورد نیاز مردم کاهش یافته است و مسئولان هم از تلاش هایشان به خاطر جلوگیری از گرانفروشی سخن می گویند. یک کمیته داخلی را به خاطر کنترل قیام ما تشکیل کردیم. همه روزه انشاءالله از شار، از صنفای بخش و از اصنافای بخش، بخش های مختلف انشاءالله نظارت دارن، هم از طرف صبح و هم از طرف بعد از ظهر. نرخونه ماشاءالله که دی امارت اسلامی لپروسگن نسکلی ارسو کنترول که دی غوړ ارزانه دی، ورید ارزانه دی، وړ ارزانه دی، وقی ارزانه دی، شروالی نرخونه بیخی منظم دی. نرخونه ها بیستا خوبش بهتر، بیستا برابر، بیستا عالی دیگه، ارزانی است برای فیلن در شار تخار ارزانی است. شمار دیگری از باشندگان تخار از تلاش‌های شبانه روزی نیروهای امنیتی در راستای تأمین امنیت مال و جان مردم ستایش نموده، میگویند امنیت بهتر در این ولایت سبب شده تا آنان شب‌های رمضانی را با فکر آرام، عبادت و ختم قرآن نمایند. رمضان مبارک سه چیز داره. اول خو روزه ماه مبارک رمضان است و بعدش هم قیام اللیل است و بعدش هم تراویح است که قیام اللیل راست که الحمدلله ما در یک فضای امن و آرامش و زندگی میکنیم، در یک فضای امن و آرامش عبادت های خدا ادا میکنیم، هیچ مشکلی امنیتی وجود نداره الحمدلله تا به حال. اشخاصی که در نماز میان هم از نگاه خانهشون که در اونجا طفلشان است یا خانمایشان است، اونا با روح روان بسیار با آرامی و با امنیت اونا استراحت خدا میکنن یا عبادت خدا میکنن. ما هم در مسجد که میایم عبادت خدا میکنیم. مسئولان امنیتی تخار هم تاکید میکنن آنان به خاطر ادامه تامین امنیت و رضایت مردم تدابیر و پلانهای شدید امنیتی را روی دست دارند و به هیچ کس اجازه نخواهند داد تا در ماه مبارک رمضان امنیت و آرامش مردم را برهم بزنند. با نمایندگی از پلیس به مردم و ملت خود اطمینان میدم که در همه اوقات مخصوصا در ماه مبارک رمضان بدون نگرانی و تشویش مصروف عبادات و کاروبار خود باشند. انشاءالله العزیز پلیسشان بیدار و در خدمت ملت خود قرار داره و ما به هیچ فردی و گروهی اجازه نخواهیم داد تا امنیت و آرامش مردم ما را به چالش بکشد. از سوی هم برخی از باشندگان تخار در حالی که از تلاش‌های ادارات مسئول به خاطر تنظیم و تنظیف شهر در ماه مبارک رمضان ابراز قدردانی می‌کنند، اما از مردم می‌خواهند تا در قسمت صفایی و پاکی محیط و ماحولشان صادقانه تلاش کنند. در کشورهای خارج یک پیسه یک بادام می‌خرند، اما پوست ما تا در سطل کثافات نرسند نمی‌ندازند. ما شما پیپسی می‌رندون هر چیزی که می‌خریم در مروی شهر خلاص می‌کنیم. خواهش ما از مردم، از ملت است که شهر خدا، شهر ما، خانه ماست، پاک نگاه بکنند. کسبه‌کارا باید نظافت خود را باید مراعات کنند. چی شهروالی با ما باید نظافت آنها تا چی ساعت ما باشه، چی شهروالی باشه، باید خود ما اقلا یک پلاستیک خود ما چتلی یا خاک جاری که زیر کار پای ما را جاری میکنیم باید یک پلاستیک باید بگیریم. دیگر یا شامی که طرف خانه رفته بود ریکشای شهروالی هم روزه در گشت است، در پشت ریکشا پرتیم بهترم. به گفته علمای دینی تخار، رمضان ماه عبادت و رسیدن به قله های معنویت است و مسلمانان مکلف هستند در این ماه مهمانی خداوند نفس های خود را تزکیه و به خاطر کمک به دیگران بیشتر تلاش نمایند. رمضان ماه گذشت، ماه تقوا و پرهیزگاری است که در این ماه مبارک دروازه های جهنم برای مسلمانان بسته و دروازه های بهشت باز می گردد.
با امید قبولی طاعات و عباداتتان به درگاه خداوند بزرگ. این بود داشته های برنامه ایمان. تا برنامه های بعد شما را به الله بی نیاز می سپاریم. اوقاتتان خوش. خدای متعال نگهبانتان.